با آشپزی لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری روبه هدیه است و خوشم می با تقدیم سلام خدمت هر یک شما از علاقمندان برنامه آشپزی و عید سعید فطر بر همه شما تبریک میگم. خدا کنه که روزای عید خوبی داشته باشید و طاعات و عبادات همه شما قبول. خب امروز روز عید است، ما میخوایم که یک مهمان بسیار خوبی داشته باشیم و موادی که قسمت ما بالا میز آمده ساختیم، یعنی از این مواد ما میتونیم چندین نوع غذا آماده بسازیم و هر مهمانی که داشته باشیم میخوایم که امی غذایی که آماده میسازیم مورد علاقه خود مهمان ما باشه. خب البته که هر کسی که یک غذا رو خودش خوش داره 100% طرز آماده ساختنش هم یاد داره و امروز میخوایم که همراه با خود مهمان ما کمک کمک شم و غذا اصلی رو سر خود مهمان آماده بسازیم. البته نباید خودش بفهمه کل یک دفعه نگرزه و یک از ما از آشپزی خوشم نمه. خب یکم یک مهمان امروز کمک میشم تا بتونیم هر دو ما یک غذا خوبی آماده بسازیم. روز عید است، روز خوردن است، کوشش کنید که از غذا و از بعضی میوه خوش کمتر استفاده کنید و از جوس و از بعضی نوشابه زیادتر. مهمانی که امروز در برنامه داریم کی خواهد باشه؟ یک مهمان بسیار کمدی است، در زیادتر بخش های کمدین کار میکنه، علاقمند های بسیار زیاد داره و در زمین میفهمی چیست؟ قهرمان شطرنج است. قهرمان واقعی است که همیش ما دیدیم و واقعا که بعدا ما ازش سوال میکنیم در کجا قهرمان شده، کدام مسابقه را برنده شده و دیگه چی کارا را یاد داره. کی باشه؟ شما رو منتظر نمیگذاریم، میخوایمش. مهمان ما بفرمایید. السلام علیکم. السلام علیکم. اولا خیام شریف، عیدتان مبارک. شما تبریک، خوب هستین؟ سلام، رمضان بخیر باشه. بخیر باشه، تشکر. خوب هستین؟ خب با چهره مهمان ما همتون آشنا هستی و میشناسی که خیبر جان است. خیبر جان که واقعا یک کاراکتر خوبی است، خصوصا در عرصه کمدی. سلامت باشین، اجازه بدین که اول خدمت بیننده های برنامه آشپزی شما عید مبارکی کنم و عید برشان تبریک بگویم. بیننده عزیز، عیدتان مبارک باشه با قبول طاعات و عباداتتان و همچنان از خداوند تمنا دارم که روزای عید به خوبی و خوشی سپری کنین و یک خاطره بسیار شاد در زندگیتان بانه. ما در خدمت هستم. باشید. بسیار خوب. خب بله خیبر جان، امروز شما مهمان ماستی و اصلا شما مهمان ماستی، ولی ما میخوایم سر مهمان غذا آماده بسازیم. سر مهمان یعنی که کارا را میکنه. روز عید است، زیادتر کسا هستن عیدی یک جایی که میرن اما صاحب خانه هر چیز برشان آماده میسازه، ولی از ما متفاوت است. ما میخوایم که مهمانی که پیش ما میه، ما میخوایم سر خودش غذا آماده بسازیم. و پیش از همه غذای مورد علاقه چیست؟ غذای مورد علاقه ایم خود زیاد چیز هست، بخصوص پیتزا است. و پیتزا خود چون کم آدم برابر میشه که بخوره، مدا قابلیست اصلا قابلیست. باز پیتزا رو وقت رستوران میباشم و دعوت میباشه اونجا که دوستا نوش جان میگه. بله خب پیتزا گفته که سعیست جور میکنیم سر خودش، هیچ مشکلی نیست. سرما گفتی؟ بله باشه جان، ما ولی ادفع نگه که من این غذای مرد علاقه ما تو خون پیاز دو کس چلو پیاز نه ما همی اول کنجا میشنیدم گپایتا، ما احساس کردم که خودت آشپزی رو به خیالم دمی روزایی غذا کم بود کردی که چی پخته کنم تو سرما انداختیش. خب به هر حال بیا خیلیت یک کار کنیم، کمک شویم. نه ایره مزاق خیلیم رو خودت، هر دوی ما شروع میکنیم. بسم الله. خوب است. خب پیتزا که آمده میسازیم چی رخم پیتزا باشه؟ تون باشه، شور باشه، تلخ باشه، ترش باشه، بی مزه باشه، مزه‌دار باشه، چی رخم؟ مزه‌دار باشه، مزه‌دار باشه، مزه‌دار باشه و زیاد تون نباشه، کلگی خورده بتونه. بعضی کساس تکلیف پیدا میکنن، نه خب یا میدیشون یا اسید تکلیف پیدا کردن در آخو اینی خب اینا چیزی باشه که کلگی خورده بتونه، درست است؟ خب از کجا شروع کنیم؟ خب شروعش از کدام قسمت میکنیم؟ از آرد میگی، از سیب میگی، از ناک میگی؟
خب که پیزای که امروز جور کنیم برات، خب از گوشت مرغ میشه جور کنیم، کمی که سبزیجات هم داخلش اضافه میکنیم. از گوشت مرغ. آه. از میوه‌جات چطور؟ کیله اضافه کنیم داخل پیزا؟ داخل پیزا کرود باشه. کرود باشه. آها، چی میکنی کیله را باشه؟ جور کردن. به خاطر که خواستم که زیادتر وقتا خودت به 4000 میتیم، من میخوام که امروز خودت هم کمی درونش سنگ نندازی دیگه، هرچی بندازی میخوری. هرچی که بندازی میخوری. نوش جانت، من میفهم که اشتهای خوبی داری و زیادتر علاقه به غذا داری. چرا که آدم هایی که کسا که زیادتر به غذا علاقه داشته باشن از امه خودشان معلوم میشه. او گپ حقیقت داره. من بعضی دوستا من قصه رو برطور کنم کوتا، که همه روزایی که رمضان نمی بود میامدم در دفتر باز یک سر میزدم میدیدم که امی بشیر جان چی اوسانه پخته کن. همونطور است نه؟ خب واقعا بله. دیگه باز میام بعدم همینجا میدیدم که بسیار غذای لذیذ، به خصوص مو یگان برگر پخته میکردی و جور میکردی و یگان چیزای اوسانه. دیگه مرا خوش میام. بعضی وقتا خب. غذای بسیار خوبی آمده است خصوصی میساختیم و مثل همیش میخوایم که غذای خوبی آمده بسازیم. میشه که برام هم کارده بتی خیر؟ کارده فقط دیگه من شاگردت هستم دیگه. کارده بتم کلش نه یک دونیشه. خب ما اینا کارت اینا کارت. خب میخوایم از گوشت مرغ برش آماده بسازیم. اگر خواسته باشی از گوشت گاو هم میتونیم آماده بسازیم. امی مرغش سایز که تیار است. خب ای اضافیش چیز چربیش این چربیش است به خاطر که لاغر هستم. لاغر هستی نمیخوایم که زیادتر چاق شوه و وزن زیاد شوه، به این خاطر بس است. به اندازه چربی باید کم باشه. خب خیبر جان، یک سوالی که من همیشه داشتم، شاید که بعضیا بگن که خامیش پیشش از چرا سوال نمیکنه، ولی بعضی وقتا برابر نمیشه که ما یک سوال کنیم چیزی. بعضی وقتا هم سوالم یک دفعه ای میایه، خدایی میایه دیگه. اما تو امی ساده اینجا در کجا یاد گرفتی و چطور باید شد که قهرمان شدی؟ ما براتون بگویم. خب سوال کمک هم میکنم، من دارتو نمیگم کل گپ در چی تیر کنم. نیم رو خونم میمونم تا در گپ تیر کنن. ما پنج ساله شش ساله بودم که قهرمان شطرنج آموختم از قبلگاه ما، فامیل ما، برادرای ما، دوستاشان که بودن میامدن در خانه شطرنج بازی میکردن و ما علاقه داشتم از بمی مورا و بمی دانایی که در شطرنج بود، ولی نمیفهمیدم. بعدا بازی آستاستا که ما کمک کردن، پنج ساله و شش ساله شدم و باز بالاخره در سال 2003 قهرمان جوانان شدم. به تعقیب شما تو باز ادامه دادم تا بال از سال 2003 تا 2015 عضویت تیم ملی دارم و در ضمنش پنج بار قهرمان افغانستان شدیم. بسیار و مسابقات متعدد هم در کشورهای خارجی داشتیم دیگه. به می ترتیب تا بال ادامه دارم. بسیار خوب است. خب از آشپزی از مرد سوال کنیم، من برای جواب میتم. خب میخوایم که در شطرنج اول از این پرسون کنم که امه من خواهی یک وقتی یاد گرفته بودم که وقتی امه پیاده پیش میشه و بعد از زود من نمیفهم که رخ پیش میشه و کدامش پیش میشه، قلا جور میکنن. آیا شما هم کار میکنید که وقتی قهرمان میباشه و طرز بازی شما فرق میکنه؟ نه این خود باز در شطرنج باز قاعده های مختلف است، به خصوص به سه مرحله است. مرحله اولش شروع بازی است، وسط بازی است، آخر بازی است. در شروع بازی یکی از قاعدهش و یکی از سیستمایش همیست که باید قلا جور کنید. بر هر شطرنج باز لازم است که اول شاه خود، یعنی قلایش به این معنی که شاه خود در یک جای امنیت میبره، باز بعد از او حمله میکنه و بازی را پیش میبره. به این ترتیب است. بسیار خوب. خب کار در کجا رسیده؟ نمیدونم، گوشت مرغ است. تا حالا از گوشت مرغ پیش نرفتیم، ولی فقط این گوشت مرغ یگانه جایی است که بسیار مشکل است، به خاطر اینکه تا مایده میدش کنیم و تا آمدش کنیم و ما چی هم نام خدا تو و ما چی هم شکدگی اومده که میکشم دیری شیره برد. نه بربانش خیلی است. خب خودت یک سوال بگوی. کدام غذا رو خوب پخته کده میتونی؟ والا چپسه. چپسه؟ چی رقم یعنی؟ چپسه فقط که کچولو رو پوست کن، توتا توتیش کن، در روغن پرتش، یک ذره نمک دیش، نوش جانش کن، الله اکبر. خب تنهای چپسه یادری یا چندی نوع چپسه دیگر یاد داری؟ در آشپزی تنبل است، مدا یک سلیقه بسیار خوب یک برخوردنش دارم. یک اشتیای خوب یا مزه خوب برام تو خوردنش دارم، ولی چند غذایی را که پخته کرده میتونم تنبل هستم. فقط اینمی تخم مرغ،
کرایی مرغ، چپلی کباب و دیگه امی چی گفتم پیشتر؟ چپس. بعض دیگه خدر چون یک کمک تنبل هستم. تایر خورک کمک. و از یادم میاد که هر زمان که آشپزخانه من داخل میشم اینکه یک نان در دستم هست در میشقمش و میخورم. این یک عادت خوب بگویم خراب بگویم دارم من. خوب است میگیم خوبم به خاطر که یک کمی چسکه خوب هستیم. خوی این چسکه خوری همین مزه غذا را بسیاری وقت سرما چی میکنم میگه بیبی که چطور مزه دار است یا نه، نمکش چطور است، تندی چطور است، مزه چطور است، این را سرما امتحان میکنن. باز ما مشهور است بین می چسکه خوری دم ما لسکی میگه میدنی باز یک کمک آزار میتن که لسکی گری. خب چپس پخته کردنش خوب یاد داری؟ چکر کن که در میخانه میبوش، در خانه میبوشی؟ با تنهاست خانم کسی نیست؟ هیچ کسی نی؟ میمانم زیاد میه؟ چپس چرا خم پخته میکنی؟ چپس دیگه همی کچار دیگه چیز خوب پخته کردن میتونی؟ چپس دیگه فقط می پوستش پوست میشه دیگه طبعا و بسیار آسان است. باز بعد از او کتمو ماشینک چی میگنش؟ چپس توتا توتا میکنن؟ خو امروز اما چپس برک جورش میکنه. چپس برک برش برش میشه بعد از در روغن روغن سرخ میشه. حالا خامو چپس جور میشه. هدف میمون میگم من چپس خوش ندارم. باش چطور میشه؟ نه میمون من خو نگفتم که میمون میاد در خانه من تناستم خودم دیگه. نه من میگم میمون میاد خانه تان. در میمون که میای باز من که در خانه میباشم باز میمون میبرم در رستوران. من میگم اصلا نیست که برات پخته کنم اینجا در خانه دیگه. بعد از چپس تا کی دیگه پخته کنه بری؟ خوام چرا ما را برایم تو میمون که آمده خانه ما به یاد برمی ما چرا سر خودش پخته نمیتونیم؟ چرا سر خودش که خبر شد که سر ما پخته میره دیگه میگم ولی تشکر یا آمده موال تگیره تو میره پس خیلی خوبه که امروز خود نگرفتی یک دفعه یادم میاد خانه ما میمون و کلگی آروسی میرفتن واقعیت این قصه شده سر ما کلگی آروسی میرفتن و تصادف میمون مان کت اولادای و خانم خودیا باز من مجبور شدم گفتم من چیز پخته برات نمیتونم رفتم از بیرو برش کباب آوردم خود خورد بازم و یک ذره نوشابه و یک پام بود دیگه گفتم یک خوراک بستان از دو بجه خیست بشتر خود رفت دیگه خوب است تو میمانم سایست که خوب است که کسایی که آشپزی نداره اونو باز یک میمونی فوق العاده می داشته باشه. باز دیگه باز از خدای خود همیشه دعا میکرد که کاش که خیبر در خانه تنها باشه که همیشه سرش کباب بخوریم یا قابلی از بیرو میاره نان از بیرو. بله. خب صحبت های ما ادامه داره و برنامه آشپزی هم ادامه داره. میخوایم که برای مهمان ما یک غذای خوبی آماده بسازیم. میریم یک وقفه کوتاه برمیگردیم باز هم با ما باشیم. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم دوستان عزیز همراه با خیبر جان مهمان عزیز ما که ما می خواهیم امروز هر دو با یک غذای خوبی آمده بسازیم. البته چرا خنده داری؟ یک چیز همین تکیه کلامت از دانت نفتاده. با شما هستیم بیننده عزیز. ای خواه مثل همیش هست. خیبر جانمو امکار تا ناوردی چطور خوش بودی که معجزه که اینجا آمده بودم ها؟ خدا داده بودی دیگه ها باش حال مکتت کار دارم کدام همکارک ما؟ او همکارک هست این قدیش سفید آدم همکارک میگه بشر ولی آزه خدا با بچراغ بگو رو همکارک تا ناوردی همکارک دایرکتر تا همکارک پردی سر تا این خیگه که نخیه قدکایش هم بیادار آمدی که بیادار همکارک تا ناوردی آن دایرکتر ما رو میخوایم این دایرکتر که ما نگه قدش داسمان میخوره اوه یعنی ما خیلی یک پشمک کلان شده کل داسمان خب روغن ما داخل دیگ انداختیم خدا از چوب بودن خیبرم نگاه کنه خدا از شروع کردن شما روغن انداختی و دیگ چقدر چتل بود تو سکو تو خاک گرفتش نیست خیبر جان خاک نیست چشمای تو خاک گرفته اینه کمره خسرو جان تو بگیره میره او ندیدی خاک معلوم میشه یکی دوم گاز از سختی ات سخت آدم تو سه که گاز این قیق مونده که باش که چی نشه کارت تا مردار اولی خب جان آشپزی یاد نداری اینا تو مونده میشه باید که اما تو حرارتش کم باشه در حرارت کم پخته شه اما تو چرک مونده میشه اما تو خب بعضی وقتا تو چرک باید باشه خب سیر نمندازی پدر پس هم اندازیم هنوز وقتش مانده تو خواه خوب است از این میگه که من
اینقدر آشپزی رو یاد ندارم ولی با سک سوالایش که سیر نمیندازی از این مسائل نمیندازی بیا جسارت شو میگم خبر جان اگم کار داریم چی خوشش میاد زیاد نکو زرمه روغن سر لباسای من روغن نفره ولی از خدا نه خلاص از دور دیگه بیا تو روغناش خای چی کنم روغناش که پرید باز مر خبر کوم میای ندار روغن خبر جان هیچ چیزی نداره نه اون روغناش هیچ چیزی نمیپره خب اومدم بیا یک همکار ماست خبر جان ما گفت پرسونش کردم گفتم در آشپزی چی خوشت میاد زیادتر باش به کدام قسمت آشپزی علاقه‌دار گفت برای از همه چیز که زیادتر چی خوشم میاد که دیگه شروع کنم خب این چی تنبل بود از مکه دفتر چی بود نامش خب راستی از بابا چراغ گفتی ما برات اینال قصه ش کنم برنامه ویژه ایدی رو ثبت میکردیم بله بابا چراغ دیدین بیننده عزیز که شور میخوره زیاد نه میلرزم تو دی سفیدا شور میخوره یک میمان ویژه داشته ما این میمان در پولی شیشته بود یک دفعه بابا چراغ گفت که چی قشور خورده میری این میمان ما که بابا چراغ که میشور خوردنش حساسیت پیدا کرده بود باز یک پنج دقیقه تیر شد که بابا چراغ فال از ایره که میدید و تو لرزه یک دفعه خیده میدل بابا چراغ که سیلی زد گفت چه از مرد خدا میشید از جان چه قشور میخورد که تو بس آخر بابا چراغ برش گفت که حالا خب من خیدم یک تو بس شور نخورم ری سفید مالوم نمیشم بابا چراغ براسی به تو بلرزه یا میلرزه آه سنشونم افتاد پنج سال آدم هست بابا چراغ خب بیچاره دیگه ریش سفید شده دیگه خوبات ای چرا تو چی شد؟ یک کلوله کلوله شد از او کتگی مرغ و حالا سک بیخی کلش کروت گشت دیگه رقم همه تو باید خورد خورد آماده فقط که کروت سایده باشیده اینجا نه خب باید همه تو خورد خورد آماده شد تا ما خوبتر سرخش کنیم و به شکل درستش آماده شد خب خیبر جان بله مرغ سرخ شد یا نه؟ اینه بیبی دیگه چه رقم شده؟ این مرغ تا تخمش انداخته بیدیش؟ نه همراه تخمش نبود همراه سمارا خزفش کردیم تا کمی سوشا پرت دیگه شه اینه میگه انداخته برو تا سو برده که من شور داده بریده شور داده بریده نمیبانم تنم شور داده بریده انوز کارای زیاده دیگهش مانده باید که خمیری شو آماده بسازیم خمیر گفتی خمیر کدن خوب سعی داری خوب خمیر میتونی آماده بسازی خمیر؟ نه والا خمیر نکنیم نمیتونی؟ نه اینه می شور دادنش سعی فقط اینه می تیار اینی وقت بگو که اینی وقت جور میشه بس تیار میشه ما خو معمولا نمی پیازا که اول سرخ میکنیم خودت چطور تو جان مثلا انداختیش پیازا به خاطر انداختیم نیم بند آماده شوه یعنی زیاد پخته نشه که آشپز رو میگیری زیاد پخته شوه خب یک کم گوشه شو که ما از این جان نه اوس زیاد نرو به خاطر از اینکه باید شور بتی و آماده بسازی از این مسائلش اضافه کنیم یک نمک از اینجا میگیرم خب بر خودت هم نمک میگیرم چشم سوخ گرفته چی کار کنم وقتی که یک نفر چشمش در وقت آشپزی اگر سوخ بگیره در پیاز و یا در مرچ باز چی کنه؟ و هیچ کاری نکنه دوگام بشینه که دوگام سوزش بگیره چشمش به خاطر که این فایده داره؟ فایده داره راستی؟ نه دیگه یاد میگیرم و آدم ایتون بینین دای عزیز که من هر وقت که آشپزی کرده بو مزاق کردیم از تندی پیاز ترسیدیم؟ نه توی گپ چی بود که پیاز ما در هر چیز اول بسیاری رو مدیدیم که چی میکنه اول پیاز شور میتن در سرخ میکنن خب خبر جان خیلی آیسته آیسته خبر جان میخواه که امروز آشپزی رو کم کم یاد بگیرن پیاز رو بخاطر اول سرخ میکنیم که گوشت اگر اضافه میکنیم گوشت خام میموند خب پیاز مکمل میسوخت اگر گوشت پخته میکنی پیاز میسوخت اگر پیاز میموندیم که نسوزه گوشت خام میموند به این خاطر اول گوشت پخته کو بعدش پیاز اضافه کو بعد پیزا که آماده میسازیم مهم نیست که پیاز 100% پخته باشه فقط یک کمک کم که آماده شوه برای ما کافی است ما میتونیم خوبتر آمادهش کنیم خوب شد که در بخش خبران نبودی چطور؟ در بخش خبر یعنی خوب تشریش میکردم؟ آه خوب تشریش میکرد با مولوا به تابش خبره میگفتی بین این دایه خو خیبر جان هستم در خدمت امروز برای پیزا آماده میسازیم پیزا و خیلی خوب کار کردین والا و اگر ما میمانه برنامه چیم برای ما چجور میکنی خودت باز؟ بر شما خو اول با بچه را آقا میگیم فالت تیار کنیم فالت یکی آقا بیادر میگیم کدم پتنوسه که خالی خود بیای امونجا یک چند تا فکایی و یک چند تا چی میگنش یک آن شعرهای ما شعر میگم جور نمیده خبر چرو کنه دیگه خودم در خدمت تستم باز یک آن سیم کارت برات میتیم که سیم کارت مخصوص برنامه را بسیار خوب است خوب از شیرای آقا بدت هم یاد گرفت یعنی تو میشه که اگان توشو بگی نه والا شعر از مخصوص بیخی شاعر قرن شده آقا بدت
خب خمیرش به شکل آماده میکنیم تا خوبتر آماده شه. بله. خب. اینقدر زیاد سخت هم نباشه و اینقدر نرم هم نباشه. به اندازه اگر باشه خوبتر میشه. این خود زیادتر همکارا میفهمند، زیادتر علاقمندای برنامه میفهمند که خمیرش ما زیادتر آماده ساختیم و به چه شکل آماده میسازیم. این خواستم که امروز خاص برای خودت آماده بسازیم. خب. ما یک وقت یاد میاد که همین کسایی را سعی میکردم خمیر میکردن این خود کتا دمو چی میکردن دمو کاساگه که باز باد از او یک رقم دیگه همین صدای پک پک خمیر باز مرا خوشم میامد یکی و یکی که در انگشتر که باز خمیر بند میمونه باز ما او را خورد بودم میخوردم یک آن تو خمیر خور هستن نه؟ دیگه بسیار مزه میداد حالا سعی کردم یادم آمده بود ها یک آن تو خمیر خور میباشن یک آن تو خلخور میباشه خلخور خور یک چک زده میرن نزدیک خوبه که زواش نبود خب ما خمیر تا وقتی که دوست عزیز آماده میسازیم باز هم میریم یک وقت کوتاه ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم میآید برای دامی برنامه هستیم و مهمان ما همراه ما تا حال هم هست البته نگریخته نگریختیم و ببینیم که غذا را به کجا رسانده آیا سوختانش یا نه که خوب سرخوش کرده چی که دیخوای برنامه؟ هنوز ادامه داره جنگ بین چیستک بین آتش و بین مرغ هستک مرغ شاید دیگر انقریب شکست بخوره؟ شکست بخوره و تاوام میانجی شده چی میگنه میره؟ از این مالو میشه کهکمه که سوختان دیشه نه سوختان دیمشه نه خسرو جان بگیرش خب سی اینه ببین سکر چه خوب شور میتوم هم تو زنای همه تو با سلیقه واره وای 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 و دومه دیگه راستی بشیر جان جان یه چی تک دیدم تو مک کمک سر پومیدم چی ده؟ تو شاگرد نانبای هم بدونه خب تو دوران پیچاندن فهمیدم که یک دوره شاگردی نانوایی رو تیر کردی خب در آشپزی باید که تو دادن و همه شور دادن شد جور کردن خمیر باید یاد داشته باشی هنوز هیچ چیز باید خمیر بالا انداخته شد خب تو ترک بده خمیر خراب میکنی سر من همه با کدام کار دیگه نیست که من کنم بیخی بقاردم در این قسمت من ده خوردی؟ او خوب پخته شده بس شست نو بس شست خدا وقت خدا زای نکو اینی کارت اینی کرایی خب کرایی ویجا سرسته ای را میگه کرایی خب چی کنم؟ بادن جان رومی دانه دانه مرچ تازه مرا به دسکش نمیتی یا بگیری بامو تو خب دستای تمرو دیتول ششتی؟ آه خب سعی آه پاک است از این خانه غسل کدگی آمدی بود خب شروع کنم یکان تا از خانه تو گوش نمیتیز پاک لفا شوشتگی آمدی سعیس نه اما تو مایده مایده کارد سرچه پگرستی بایسی بیش نه سعیسته 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 کارد می خوب از داشبازی یک زیاد دستش میگرده اخ چه وقت باش کم تق 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 ما آشپز آورم تو میشه میشه زحمت بکش میشه خب مام خودت تو را آماده بساز من هم چی دیگه آماده میسازی؟ کجاست؟ این اینجاست بوتای ترنگ میکنی؟ نه با وقت بوت رنگ کردن نیست باید که این آماده شما آماده بسازیم خمیره باید که به شکل خوبی برش کنیم خب از او سویت رو میانی نه؟ اینه میرخم اینه میرخم تو دیگه کار نداری از خود؟ نه من بیکار هستم برو کم از یه تاسی میم باز که من گفتم دوستای تو همه تو مهم بابا چرا آقاره کمه که میلرزه نه نه میلرزه خود چیز امی شاگرد که میگه پیش استاد اگه اون کار رو میکنم وازوی یک ذره تا زیر تاثیر می اگه سیام شاگرد باشه شاگرد لایق هم باشه بازم زیر تاثیر میده غلط میکنه اگه اون کاره حال تو خنام خدا یه دیگه در کار تو ده زدن هست دیگه کلانکاری مجبور است مگه نه من خود اگر خجارت نمی کنم که در کار مدز بزنم خوشم می آمده نه ایجا خو می مانم که ماکر می باشه باید سرشان نگم غذا آمده بسازیم چرا که همیش ما غذا آمده ساخته دیگه بعضی وقتا خسته نشیم به این خاطر ما هم یک تصمیم میگیرتیم به خاطر رفع خستگی سر میمان غذا آماده میسیم بیادر این جارو نیست که ما یک جارو را بگیرم چرا مانده شدی؟ الاش که خیلی با من بگیر من کدام جارو
که امی سیدور جارو کنم یا کدام مگز کشک بده که مگز برم کشتک برم تو دانه دادن نه جا شکر که هم جارو کار نمیشه هم مگز کش کار نمیشه خب خیبر جان یک خالگک بود یک برنامه نام شما خندر سهی نمیفهم چی نام؟ آه خب در دوران اول پیچکاری ما یک خانم جور کرده بودیم به نام مسز واوا ما گفتم گرفتم ما زیادتر وقتا که این برنامه را میدیدم میگفتم ای کی باشه و چطوری برنامه را به شکل خوب پیش میبره کی بود؟ اون مسز واوا بود خب دیگه حالا ما چی بگیم که کی بود دیگه او خیلی یک رمز میباشه در میانر باز یک کاره که مثال گریم میباشه و مسائلی که یک چیز جور میشه چهرهش تغییر میخوره او دیگه اگر رمز است من گفتن هم میتونم بگم نمیتونی؟ آه نگوشه خیر مم بعد از برنامه ازش پرسان میکنیم که کی بود چی بود باشم. خب میشه که یکی از امو اجرای برنامه را میلزه بکنی برای ما یک سنه جالب بشه اون از ام دوران آلتو مرا مجبور میسازی که ما بگم ام مسز واوا ما بودم تا پیشتر اگر نامش را یاد نداشتی چون چند دفعه چیز گفتی تا بالاخره که ما پیدا کنم که مسز واوا خواهزیزی که قدر یک خانم فامیده و انتیک بود بخیر نام از هم یک خسم است بیاد دارم ما یک شب برنامه ما هفته ما یک بار برنامه لایف داشتیم در پیچکاری سر موضوع سر ریاست ترافیک بود امو شب رفتم صبح مواد جور کردیم یک ذره معلومات گرفتیم از مردم که چی مشکلات است در ترافیک و در ریاست ترافیک رفتیم که یک مسئولشان دعوت کنیم در برنامه و دعوت هم کردیم مبارکشای شهرام هم همکار خوب برنامه ما بودن برنامه شروع شد ما رفتم در گریم امو میکپ که لازم بود بر مسز واوا امو میکپ گرفتیم و زیر میکپ تقریبا نیم ساعت بودیم بعد از اون لباسای مسز واوا رو پوشیدم آمدم در پالوی امیچی هم شیشتم مسئول ترافیک یکی شیشتم ای فقط از می دروازه که من داخل شدم چشم خدا تا انداخت کورتیگک خدا جور کرد فکر کرد که ما هم کدام مسئول هستم دیگه خب ما بسیار جدی ما هیچ کتو سلام علیکی نه این دیگه همه فکر نمی کنی این همو بچه است که آمده آمده هستم پیشتر آه پیشتر صبح که شو برنامه بود لایف این خب صبح کرد ما آمده هیچ اصلا دو فکران نبود همی تو شیشت برنامه را پیش بردیم ما دیگه همو سوالات به مو شکل که پرابلم بود ازدام ترافیکی بود و مردم پرابلم داشتن ای دیگه همه تو چی کرد؟ گفت خوارجان شما عزادتان بسیار سیل هم نمی کنه دیگه گفت خوارجان عزادتان بسیار پیش میرین و سوالایتان درست نیست و ما دیگه به مشکل مسز واوا که تزی دیگه گفته میرم و ما هم دیگه دفاعی خدا کرده میرم بالاخره از برنامه که خلاص شدیم رفت تلفون های خدا کم روشن کرد امی از خوارزاده و بیادرزادهش میگه که ماما او کاکا از برای خدا تو چرا او را خوارجان میگی او یک مرد است او چی نیسته که تو او را خوارجان او مثل زواوا نیسته بالاخره امو مسئول ترافیک در میدان دروازه استاد شد مبارک شای شرام گفت تا کمی خانم به من پیدا نکنی ما از دفتر نمیرم دیگه بسیار خاطر جالب بود امونجا باز یک هفته دریورای بخش دریورای ما را بسیار آزارم داده بود که همین ترافیکا خب دوست عزیز فکای زیاد و خاطرات شیرینی داره خیبر جان که ما میخوایم که همیشه بشنویم ولی پیش از همه یک وقت پیک کوتاه برمیگردیم باز هم ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم میآید خب دوست عزیز در این قسمت برنامه همه مواد خیبر جان آماده شد خیبر جان میگن که از من دایرکتر از اونجا صدا داره که بشیر امروز خیبر برات یک دونه کم چیز توفا آوردی به بله من گفتم باش که مورا هم تو بی خبر برات بیارم اگه اجازه باشه که مورا برات بیارم بیارش چی هست سعی نکو بگم ببینیم که توفیشن چی هست خب منتظر توفیشن میباشیم منتظر باش دیگه یک دونه کدو به افتخار بشیر جان یک چک چک جانونه تشکر خوب است ولی بعضی وقتا فکرت باشه کدو هم دیگه میواتت دل میشه
خو اید دیگه ما میوه گفتن آوردیم، ترکاری گفته برات آوردیم که یک روز از تو میشه، از خدا میشه می بود از بولانی... یک دونه بولانی گه که کدو بر من می لحظه بر جور میکنم از یالم این لحظه دیگه خو باز کت می پیتزا دیگه جور نمیه، بیا که دیگه بازی رو یک روز دیگه با جمع از هم کارای نازنین ما خوب هم یک بولانی تاوایی پخته کو دیگه. من میفهم که بینندای عزیزم منتظر عزیز آیا در برنامه تابال بولانی پخته کردی تو؟ چقدر پخته کردیم؟ راستی؟ خب بولانی کدو آه بولانی کدو آماده ساختیم بولانی کدوی تنبل یک چیز دیگر هم اگر یادت باشه بشیر جان که ما که خورد بودیم بازم گلای کدو رو هم باز بولانی پخته از گل کدو هم بسیار یک بولانی خوبی آماده میشه بسیار مزه خوبی می داشته باشه پیاز باشه پیاز هم باشه و مرچ هم باشه بسیار تند بسیار مزه دار میاد مزه دار میشه مگه وقت در مکران خانه ما بود زیر بلاک باز ما کدو کشت کرده بودیم باز پان میشدیم صبح وقت همین گلکای کدو رو میکندیم و بولانی پخته میکردن خانه باز میخوردیم بسیار مزه‌دار میاد واقعا مزه‌دار میباشه خو از سبزیجات تر غذای که آماده بسازیم مزه‌دار میشه کار در کجا رسیده کار خلاص است دیگه فقط این میره مندازیم خلاص دیگه باز داداش میمونیش آه یک کمه که دست چرا که این همه موادش آماده شده فقط برک چند دقیقه میمونمش که تا کمه تو خود بگیره بچسبه بگیره. مثل که سمت پارتی دیگه سمت در بین خشت که پارتی خود میگیره نی خود میگیره ولی قدر ما کم نمیگیره خود نمیگه که بسته شوه و پنیر آب شوه چرا که یک مزی خوبی میدار شوه شوه و به شکل خوبی آماده میشه خب بشیر جان حال تو نگفتیم بانجان سرما بچی خاطر تو تا تو تا کردی یک دقیقه نوبتش میرسه خیلی اون رو هم در سر ازی مندازی اون رو هم سر ازی بسیار بیقرار هستم تیز که گفت نیم کردی بیقرار نباش فقط اینی هم بیننده عزیز من در خانه نان خورده بودم باور کنین وقتی که حالت دیدم من بیخی همیل گوش نشدیم خودتو نشده باشه که بگی بیخیش جایم سوخته نه 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 دیگه خودم زحمت کشیدیم با افتخار خودم یک چک چک نمی کنی من خونه میتونم کار دارم خسرو جان بگی چک چک میکنه برد خب بنداز نیم پنیرشم خب پنیرم پرتم هم تو کم کم سیز آه اینم تو در هر قسمتش باید تو انوارش کنی خب دانه دانه بیفته زیاد هم نشه زیاد پنیرش به اندازه اگر باشه خوب میشه به اندازه چرا آدم تنها همین مزه پنیر اسم میکنه خب خودش پنیر میباشه و مکمل به شکل یک خمیری آماده میشه خب به شکل نباید باشه بسش هست نه خب نگام فرتم همین رو شتید کنم بله خب خمیر آماده شد تمرا با همه موادش فقط داخل داش میمونیمش تا کمک خدا بسته کنه درجه حرارت چقدر میمونیم؟ 150 الی 160 درجه سانتیگراد میمونیمش تا کمک آماده شد و ما بتونیم خوبتر آمادهش کنیم بقدر زیاد پختش هم نمیکنیم فقط یک کمک 100% دکاندار تا در جانت کدو گفته زده 100% خب کدوز دیگه نیست کدو نیست کدو؟ ما شما ببینیم یک با؟ راستی؟ میبینیم یک بار که کدوس یا از داخل کدو کنم چیز دیگه نبرایم خب تو بگی واسه که این خربزه این خربزه چی بر آمد؟ این خربزه هست از این خربزه های بسیار خوبی هست که من آقا آوردی من که کدی بیارم برات حالا آوردی حالا آوردی دیگه حالا که آوردی ما منم تو وطنه که برشش میکنیم نه که بانیده من خیلی خانه میبرم از اسو برای چلغم یا کچولو میارم یا کدی میارم حالا که آوردی آوردی دیگه توفی آوردگیر کسی به تو بارا بس نمیبرم ای چه تو فهمیدی که خربوزه است خودش میگم خربوزه استم بیننده عزیز بسیار جالب است ولی دکاندار ولی ترکاری فروش میده زرمه به خدا خب از البس فکرش نشده خب میشه که از این خربوزه فایده ما شما شده به هر حال هر حال باشه فایده ما شده خب بگی نی از اینجا یک دنه خب همه تو وطنکی بگیره پشت پنجش نگرد خب پشت پنجش نگردم بگو ندارم داریم جز نی هست منظم از هاش بس خونه خوی از کجا باشه ایو ما چه خبر خودت آوردی دیگه حالا دیگه من گفتم کدو بته واقعا شیپ کدو را دارم مکمل به شکل کدو تنبل چریش مو رقم است کدو تنبل وره ولی مزیش فرق میکنه و یک مزه که خوبی داره ولی بر که خربوزی سبزک نمیرسه
خب کارا خلاص شد، منتظر پیتزا میباشیم که از داش بیرون شود تو تیش کنیم روشن کنیم. خب با جمع از همکارا یا تانا افتتاحش ما تو میکنیم؟ ما رو چی میکنیم؟ من خواهدم سنوش که بیرون سیر میشیم خودت سیستک. خب ما آماده استم بیارش بخیر که خب از خوردن میگذریم باشه تا کاسته سامان خودش جور میشه. غیر از برنامه دیگه چی کارا میکنی خب جان؟ والا بسیار کم ورزش میکنم، ورزش آزاد در خانه میکنم، رسپان بازی و یگان ورزش حرکات کتمان آزاد میکنم بس دیگه. اونو مصروف شطرنج هستم و مصروف برنامه های تلویزیونی. خب یک سوال شخصی دارم، مرسی کردیم تا فعلا نخیر ولی صاحب سه طفل هستم. من شما دایرکترم و صدارم میشوخی کردم دادان اولاد داری و عرصی هم کردی؟ نه فعلا چیستم مجرد هستم. خب با پلان دارم بخیر، بزودی خبرت میکنم و آشپز چی اگه باشی خوب میشه. چی؟ آشپز و محفل ما. خب تو بخیر عرصی که باز ما هم آشپزیش هم میکنم انشاءالله. خب همه موادش آماده شد، از میوه استفاده نکردی؟ یک دونه نوک خوردی؟ بس ناک خوردم. بیا این تو بگو که من خورده برم دیگه. بگو که با صبر روز نگه که در برنامه آمدم انگور میگیرم کم سلا نکرد سیسته. نه اینه انگور تازه، اینه گلاس هم هست و سیب هم هست و یک همی انار هم که میوردیم جوس انار هم جور میکردیم که سر پیزه باز آدم از چاق میزازه. نه تو خیلی یک میمانی هستی که غیر تا میمانی تو میمانی داریم که تو هم انتظر سلاس وقتی همه سلاش کنیم میخوره کمی چپ تا بگیری تا می یک ساعت دیگه می سلای تا نکشیدی یک چیزم دکنه میتا. اما تو خوب از در جران برنامه ولی پیش سنه دیگه کلش هم میخوره. خب پیش سنه دیگه بادم آزاد میباشم پیش سنه واقعا که آزاد میباشی. خب چطور را سنگور شیرین است؟ انگور مرا در افغانستان یک چی است که انگور امو زرد میخرن نی؟ ولی اصلا باید انگور ترش خورده شود. چرا که ویتامین سی است، ویتامین سی داره و انگور زرد کلش قند و شکر و چیز هاست. خب فرق میکنه شب فرق میکنه کسی هستن که خوش دارن ترش باشه، کسی هست خوش دارن که سبز باید باشه، سبز باشه، زرد باشه، نباید زرد خورده شود. خب خیر خودتانو تو سب سبز شب و پول ما میگیریم یک وقفه میگیریم یک وقفه کوتاه داریم برمیگردیم باز هم با ما باشید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است تو خوشم میآید. با شما هستیم دوستای عزیز و خیبر جان تا حالا هم همراه ما هست و منتظر پیتزاز گفته که تا او را نخورم من نمیریم جای. خب به خاطر خودش آماده ساخته. خب ما پیتزا را آماده ساختیم، البته پخته شده از اینکه زیاد سرخش نمی کنیم به خاطر از اینکه زبر آه تیز بیارش من میرم ایدی گرفتن میرم ایدی گرفتن میری؟ میفهمی خیبر تا لکنه وقت ایدی هم گرفتی؟ والا ایدی یک زمانی شده که یکی همی چی شده؟ اقتصادا بیخی خراب شده کسی دی نمیتا سابق بود که ما واقعا میرفتیم به خاطر این ایدی گرفتن خانه های مردم، خانه خاله، خانه ماما، خانه کوکو ایدی میدادن. باز او وقت یک رقم یک اندازه شرمون بود اتو ای وقت که ایدی میداد باز دست خود پیش میکردیم که نه نمیگیرم دادن خوب بده خیر مو نمیگیرم. حالا دیگه عمو یک رقم ایدی گرفتن این چیزا عادی شده نمیفهم چرا عادی شده. خب چی کردی خودت امروز ایدی دادی کسی را ندادی کسی را دادم؟ همه برادرزادای ما دادیم برشون پیسه دادم کلشان از یک سر به مو اندازه معینشان هر کس به اندازه سن سالش آدم پیسه بده خوب است. والله گیره خلانه هر کس جار په بیتی خوردشه در په بیتی خوب هر کس به اندازه سن سالش اگر ایدی بیتی میفهمی چی گپ است که دایرکتور ما منتظر ایدی ششتم. من ما کدو را آوردم به برنامه‌تون، شما خودتون میفهمین کارتون ده به ما غرض نیست دیگه. این میده ایدی گفت دایرکتور میگه من پیسه نقد میگیرم. پیسه نقد دایرکتور بگه پیسه باش ما برم بول گپ میزنیم مشوره خاط کردیم دیگه حتما امروش. پروفسور برنامه کجاست؟ شبنم جان هست نی؟ او هم هست. اونو بر از او یک دونه لپسیلین چی آوردیم؟ زغالی بر زهرا جان هم چی آوردیم؟ یک همی در پشتبرو که میزنن پشتبرو که میزنن؟ نه بر از اونو آوردیم حتما. و یک رنگ ناخون بر لبایش آوردیم.
رنگ نخون برای لباش او یک روز هم تا زهرا جان پایین چشته بود رنگ نخون ایواز که در نخونای خود بزن در لبای خود زده ما خوب سیدیده میشه برش بگو بازد خب چی کنیم آل بیننده عزیز بشیر جان به ما که یک پیتزا را وعده کرده بود ما ازش تشکری میکنم تشکری از خودتون که خودتون آماده خودم آماده ساختم ولی به مشوره خودت ما سپاس و فراوان و همچنان عید خوش بر بیننده عزیزم میخوایم خلاص نشده هنوز وقت داریم خیبر جان نمیگریزم که من تشکری از این خربوزه کدو کنم خربوزه کدو آه ایره به خاطر برنامه تان آوردم ولی خوب شد که میگم زیر قابلی زیر پلاو چی برامد؟ کدو برامد؟ نه زیر پلاو کدو نبرامدی خوب براستی که خوب شد خوب یک خبر خربزه کدو ماننده داره ولی خودش خربزه است خوب پیزا رو هم آماده ساختیم بله. آماده ساختیم و ایدیای من دیگه به تو کلان کلان بگردم دیگه که من ساختیم امروز دیگه ها؟ خواهی تو کلان کلان بگردی من چرا خم بگردم توی دیگه برای ایج من چی تیرم بگردم سوام مستم پس فردا آمده برنامه می باشم ما خواسته نستم خب میخوری یا میبری؟ من میخوایم که نمینجا اول خب ما تو افتتاحش کنیم باز بعد از او خب من خبر دارم که خیبر جان میگه تا قاشق و پنجه نباشه و کارد نباشه من آنها صد در صد اگرچه من عادت دارم بیننده عزیز من عادت دارم هر چیز که تم دست دادم که بخورم مزیش هم میفهمم ولی که تا قاشق آدم استفاده کنه فقط هم آینش هم ازش هم میفهمم دیگه چیزش هم خب خودت چطور میکنی؟ خب تو بخور مسئول خودت سر میکنی من میفهمم که چرا کم خب من دیگه تو آماده کنم به خاطر که هر کس که میخوره ازم چهرش مالو میشه او دانه تا دیگه تو قرد کرده برو نه برو مقدر زیاده است که واه 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 چه یک پیتزایی خو 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 دیگه طبق معمول دیگه تو موادای لازمیش نمیگی نه تو بخوام مخصوص خودت سعی میکنم که خب تا که من خوب سعی هم تو دل بینیندارم او کنم و دل خودت هم خب آماده استیم بخوریم دیگه آماده استی خودت که بخوریم نوش جان کنی خب چرا؟ باز من گفتم که دل تو نهو میکنم چی یک پیتزایی به 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 کاملا برنامه آشپزی هم تو امی فضا پیتزا بوی شده بسم الله بسیار مزه دار تشکر میکنم که فرمایش من را قبول کردین همیشه به من پیتزا جور کنین من در خدمت هستم هر وقت خواسته باشم میایم یک پس که هر روزید نیست خب دمی دایید کلچه زیاد خورده میشه بفرمین مشمع اینه دارم دارم پیش چرا میدارم نگیرتم هر روز نمیشه نیم امروز میمان ماستی هر چه قدره که میخوری غیر ازی بگو که من بر دیگه چیزا مامان سبام نمیشه بیایم در برنامه نه دیگه امروز دیگه این روز شد امروز میمان برنامه ما بودی تشکر میکنم که مرا دعوت کردین همیشه دعوت کنین ما در خدمت هستیم دعوتتون میکنیم و دیگه دفعه چیز دیگه فرمایش میتم حتما به مجهور کنین به خصوص بشیر جان آل تامیره بخوب باز دیگه چیز شما برات آماده میسازم سبا چی جور میکنه خب سبا هم شاید یک غذای دیگه آماده بسازیم و به شکل دیگه خود آماده ساختیمش با میوا و یا شاید با کدام غذای دیگه یا شاید که امرو با این میکده خربوزی میمان هم داری اتنا غذای جور کنیم خب 100% میمان های زیاده داریم میمان هایی است که همراهشون آمده میشه من برای خودت تکم مراحت کردم من مراد ساختم ولی همراه میمانه دیگه نخواد مراحت کنیم به خاطر بگیم خودت آمده بساز یعنی بیجا همه چیز مانده ایست من میشینم خودت آمده بساز ما ببینیم که چی جور مردا خو مشکل است اگه دخترها باشه میمانتون حتما خودت بیکار میمونی اینجا ولی چیز کوشش کو کمی دخترها باشه میمانت از طبقه اوناز باشه یک ساعت تام دمی روزایی دم بگیری ها ولد تو باشه خوب بهتر میشه شاید که باشه شاید هم که نباشه ما ببینیم که پرودوسرم چی تصمیم گرفته خب دوست عزیز سیام بود برنامه ایدی ما همراه با خیبر جان سلام که واقعا مرا خوشم آمد که می ویدزار در کنار خیبر جان آمده بسازیم که خودشون هم آمده تو میگی زار چوه نه رقم نمیگم زیاد است و تشکر زیاد میکنیم از خود خیبر جان که در برنامه ما آمدن اشتراک کردن و برنامه ما رو خوبتر ساختن سلامت باشین و یک تشکری خاص از این توفیشان میکنیم که واقعا مزدار بود سلامت باشیم من به نوبه خود از شما تشکری میکنیم که من دعوت کردین
در برنامه تون و یک چند دقیقه قصه کردیم، درد دل کردیم، از خاطرات شیرین قصه کردیم و همچنان تشکر میکنم از بیننده عزیز تلویزیونی یک بخصوص برنامه آشپزی که همراه ما بودن تا آخر برنامه. و ای کاش امی بیننده را بخیر شریک بسازی که تا هر غذایی را که میپذی یکی خودشان در خانه پخته میکنن. حتما من خبر دارم که 100% هم تو همزمان که خودت پیش میرن مواد لازمه را که میگی با شیوه پخته کردنه. و یکی برای بیننده ایتانم یک از امی غذا رایی کنیم و یک چیز خوب شاید شوه. بله پردیسر دیگه کل از درمه یاد داشت بگید در فی دیگه یک موتر پیاز یک موتر که جلو که تم همه گریم میمارد یه یک چی شوه فقط امو خوششان شوند اسمس بگذارن یا یک رقم شوه که تماس مفیر خوبی است که انشاءالله شاید امی کار کنیم. خب ما خب میشه خیبر جان خودت خدافزی تکنی و بعدش من خدافزی کار کنم این رو بعد نیم بیخی سیز بیننده عزیز تا برنامه بعد شما را ولای پاک میسپارم. من در خدمتتان هستم. شوای عید بخیر. برنامه ویژه است، هم شب خند است و هم برنامه دیگه ما را فراموش نکنین. خداوند حافظ و نگهدارتون. بله دوست عزیز تیام بود برنامه ایدی امروز ما با یک غذا بسیار خوب و یک مهمان نازی که داشتیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک و بیناز می‌سپاریم. همیش خوش و خوشحال باشه و عید خوبی خوشی داشته باشه. خداحافظتون. تا آشپزی دیگر به همکاری رب هدیه است و خوشم میاد.